در ایران برای یک سارق در زندان ساری حکم قطع دست اجرا شد. بر اساس اطلاعیه‌ای که دادگستری مازندران منتشر کرده، این فرد اقرار به 28 فقره دزدی از منازل مردم کرده بود. مهتاب وحیدی راد خبرنگار رادیو فردا آماده است تا از پراگ در این باره گزارش بده. مهتاب. بله، حکم قطع دست یک سارق روز چهارشنبه اول آبان ماه در زندان ساری اجرا شد و دادگستری استان مازندران در این باره اطلاعیه‌ای صادر کرد و نوشته که این فرد به 28 فقره سرقت در شهرستان‌های محمودآباد، نور و هومه اعتراف کرده و حکم حد سرقت در مورد او اجرا شده. این حکم دقیقاً در روزی اجرا شد که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گزارش جدید خودش درباره ایران رو به کمیته سوم سازمان ملل ارائه کرد. گزارشی که در اون مقام‌های جمهوری اسلامی به تداوم نقض حقوق بشر متهم شدند و انتقادهای بسیاری در این رابطه در اون مطرح شده. سازمان حقوق بشر ایران هم با پوشش گزارش اجرای حکم قطع دست اون رو بی‌رحمانه و مصداق شکنجه توصیف کرده. این سازمان گفته که نهادهای مدافع حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل به دفعات جمهوری اسلامی رو به دلیل صدور و اجرای این گونه احکام که مغایر با اصول حقوق بشر و کرامت انسانی است مورد بازخواست قرار دادن. حکم قطع دست این سارق در زندان ساری در شرایطی اجرا شده که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر این مجازات رو غیر انسانی و مصداق شکنجه میدونن و بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف مجازات‌های بدنی از جمله قطع دست و شلاق شدند. در قانون مجازات اسلامی حد سرقت در مرتبه اول قطع 4 انگشت دست راست سارق، در دفعه دوم قطع پای چپ سارق و در دفعه سوم حبس ابد. بار چهارم متهم به سرقت به اعدام محکوم میشه. کنوانسیون منع شکنجه در سال 1984 به تصویب سازمان ملل متحد رسید و اکثریت قریب به اتفاق کشورها به عضویت اون در اومدن، اما ایران از معدود کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق نشده و مجازات‌های بدنی همچون شلاق، قطع عضو و قصاص عضو رو اجرا میکنه.